از صبح امروز به دستور فرماندار اندرو کوما گواهی پذیرایی در فضای داخلی رستوران های نیویورک مجددا لغو شد ولی از سوی دیگر شهردار نیویورک اعلام کرد برای سازمان دادن به تلقیح واکسن یک ستاد مرکزی تشکیل می دهد. شهردار بیلد بلازیو می کار ستاد فرماندهی واکسن این است که از توضیح سریع و عادلانه واکسن اطمینان حاصل کند و تصویر کلی پیشرفت تلقیح در شهر را نشان خواهد داد که همه امدادگران پزشکی و درمانی در همه جای شهر واکسن دریافت کنند و اطمینان مردم از نظر رعایت برابری جلب شود. In New York City. فرماندار اندرو کوما اعلام کرد ستاد مشورتی ایالتی تصمیم اداره غذا و داروی فدرال در صدور جواز اضطراری به واکسن فایزر را تایید کرده و گفت در کار توضیح واکسن در نیویورک تاخیری نبوده و 170 هزار دوز واکسن فایزر که قبلا اعلام شده بود بلا فاصله دریافت خواهد شد. در هفته سوم دسامبر نیویورک قرار است 346 هزار دوز واکسن از شرکت مدرنا دریافت کند که جواز توضیح اضطراری آن به زودی از سوی اداره غذا و دوری فدرال صادر خواهد شد. پیش از این در فاز دوم بازگشایی پساکرونایی کرونایی های نیویورک اجازه یافته بودند از 25 درصد فضای داخلی برای پذیرایی استفاده کنند رستوران ها برای انتقال به پیاده رو و بخشی از حاشیه خیابان ها های زیادی متحمل شدند ولی با سرد شدن هوا از امکان پذیرایی در هوای آزاد کاسته شده است